کانال خودتون ویتلهه خوش اومدین. امروز اومدم با یه دستور کیک جدید، یه کیک کافئی میخوام براتون آموزش بدم. بریم هم درستش کنیم. موادی که احتیاج داریم آرد هستش، یک و یک سوم پیمانه، تخم مرغ 6 عدد، ولی چون تخم مرغای من یه مقدار ریز هستش من 7 عدد گذاشتم، آب جوش 1/4 پیمانه، بیکینگ پودر یه قاشق چایخوری، پودر کاکائو یه قاشق غذاخوری، پودر نسکافه یا قهوه فوری هر چی که تو خونه دارین نصف قاشق غذاخوری، شکر هم 1 پیمانه. ما یه ظرف رو برمی‌داریم، یه مقدار آب داغ می‌ریزیم تو، جوش نباشه فقط داغ باشه. یه ظرف هم می‌ذاریم روی این ظرفی که آب داغه و شروع می‌کنیم تخم مرغ رو شکوندن. حالا من این تخم مرغا رو با شکرم یعنی میریزم داخلش، بعد با دور تند همزن میزنم تا حسابی پف کنه و سفید رنگ شه. خب الان دیگه این تخم مرغامون آماده است. خب دیگه احتیاج به این نداریم. الان موقعی هستش که باید بیکینگ پودر و آرد رو با هم ترکیب کنیم، بعد روی این تخم مرغ و شکرمون علک کنیم. حالا به صورت دورانی همش میزنیم. الان این نسکافه و پودر کاکائو با اون مقدار آبی که تو مواد اولیه بهتون گفتم توی ظرفی بریزین، با هم ترکیب کنین تا این حل بشه. شما از شیرم میتونین استفاده کنین، ولی خب من الان دارم از آب استفاده میکنم و اینکه از قهوه هر چی که تو منزل دارین، حالا من نسکافه استفاده کردم، شما هر چی که دوست دارین تو منزل دارین میتونین استفاده کنین. یه مقدار از این کیک و یعنی مایه کیکمونو میریزیم داخل این ترکیب نسکافه و با پودر کاکائو، هم بزنید. وقتی که ترکیب شد میریزیم داخل این مایه کیکمون. چرا من مستقیما داخل این نریختم؟ به خاطر اینکه اگه میخوان این نسکافه رو مستقیم وارد این کیکش کنین، وارد کنین داخلش بریزین، باعث میشه که یهو شوک به کیک وارد بشه و پف تخم مرغ بخوابه و کیکتون درست در نیادش. پس یه مقدار میریزین داخل این نسکافتون، بعد میریزیم توی این ترکیبتون. میریزیم داخل مایه کیکمون و شروع میکنیم دوباره به صورت دورانی هم زدن تا کاملا ترکیب شه. خب یه قالب رو در نظر بگیرین، قالبتون مستطیل یا مربع باشه چه بهتر. این مایه کیک رو بریزین داخلش. ببینین من کاغذ روغنی هم کشیدم. بعد قالبتون رو سه بار به صفحه کاورتون بکوبین، حبابا از بین بره. بعد برین بذارین داخل فری که از 1 روب قبل با دمای 170 درجه سانتیگراد گرم کردم به مدت 20 الی 25 دقیقه. ببین باز بستگی به فر و قالبتون داره، شاید این مدت زمانی که من گفتم کمتر بشه. از 15 دقیقه به بعد دیگه حواستون باشه و چک کنین. برین بذارین داخل فر.
خب الان کیک من خنک شده و میخوام از تو قالب درش بیارم. راستی اینم بهتون بگم، من این کیکو ریختم توی قالب 30x30. حالا تو هر قالبی که خواستین میتونین استفاده کنین، ولی خب اگه مستطیل و مربع باشه خیلی بهتره. خب من حالا این کیک ها رو به 3 قسمت مساوی تقسیم کردم که 3 طبقش کنم. حالا بریم برای مرحله بعد. خب الان من میخوام گاناش درست کنم. این گاناش که میخوام درست کنم باید درصد شکلاتش از خامه بیشتر باشه. خامه رو میذارم روی حرارت. وقتی که از بغلا شروع به جوشیدن کرد، نباید به جوشه ها شروع کرد به قلقلای ریز زدن، اون موقع است که باید کاکائو بهش اضافه کنم. بریم بزنیم رو حرارت. میبینین این حبابای ریزو که زد، شکلات رو بریزین داخلش، حرارت رو خاموش کنین و مدام هم بزنین تا شکلات با خامه حل بشه. خب ببینین کاملا کاکائو حل شده. این گاناش که الان من درست کردم گاناش غلیظه، آموزشش رو قبلا براتون تو ویدیوهای خیلی قبلم گذاشتم. حالا موقعی هستش که باید، البته این الان این چیزی که دارم میگم دل بخواهه، یک قاشق مربا خورین، پودر نسکافه یا هر چی که در منزل دارین بهش اضافه کنین. اگه ندارین همین در این مرحله دیگه کاتش کنین. تمام، یه قاشق مربا خوری رو میریزم و هم میزنم. خب من از خامه قنادی استفاده کردم، خامه رو زدم، فرم گرفته. حالا این گاناشی که درست کردم خنکم شده، میریزم داخل این خامه و دوباره با دور تند همزم میزنم. دارم با نسکافه این کیک رو خیس میکنم. شما با هر چی که دوست دارین، با شیر، شربت بار، آب و عسل، هر چی که دوست دارین خیسش کنید. ببینین چه خامه ای شده، خیلی باحال شده. اینو حتما درست کنین و روی کیک هاتون بزنین. حالا با یه پالتی چیزی صافش کنیم. خب الان من این خامه اینو زدم کامل، میرم میذارم توی یخچال یه 2-3 ساعت بمونه، بعد بریم برای برش زدن و تزیین کردن. خب الان 3 ساعت گذشته، از توی یخچال در بردم، چاقومو خیس کردم که راحت‌تر بتونم برش بزنم. من اینو 3 قسمتش میکنم، شما هر جور که دوست دارین میتونین قسمت بندیش کنین. کیک کافی شاپی ما واقعا خوشمزه شده، نمیدونه چه عطر و طعم نسکافه ای میده. خیلی میچسبه درست کنیم برای دور همیاتون، برای دوستاتون بخورین، با چای میل کنین و کلی لذت ببرین. نکته ها رو همه رو توی ویدیو گفتم، امیدوارم شما هم درست کنین و مثل من کلی لذت ببرین. اگر بار اول از کانال من دیدن میکنین، ممنون میشم بعد از دیدن این ویدیو کانال من رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین تا ویدیوهای بعدی من رو از دست ندین. منتظر لایک و کامنت های پر انرژیتون هستم. خدا نگهدار.